سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس اگر این ویدیو رو دارید بعد از ویدئوی جلسه قبل نگاه میکنین که من در اون این چی بود اومد من در اون قوانین ولتاژ و جریان کرشوف رو درس دادم که به اونها میگفتیم KVL قانون ولتاژ کرشوف و KCL یعنی قانون جریان C از کارنت به معنی جریان میاد حتما دارید میگید که خب محمد این خیلی سخت بود تو قرار نبود ما اینجوری درس بدیم ما قرار بود خیلی چیزها رو با هم دیگه راحت تر یاد بگیریم و این یکی با بقیه چیزهای درس دادی فرق داشت و منم میگم آره یه خورده بهتون حق میدم یا اصلا خیلی بهتون حق میدم برای اینکه واقعا سخته ولی سخته به شرطی که چند مثال ازش حل نکرده باشیم و من دو ویدئو ضبط خواهم کرد که دو مثال مختلف از قوانین کرشوف KVL و KCL استفاده میکنم برای حل مدارهای یه مقدار پیچیده تر و من مطمئنم بعد از این دو مثال دیگه شما هر مداری رو میتونید حل بکنید حالا ممکنه یکم طول بکشه به جای پنج دقیقه در یه روب حل بکنید یا یه روب یا نیم ساعت اما مطمئن باشید با این روشی که من بهتون یاد میدم خیلی خوب همه مدارها رو میتونید حل بکنید خب این روش چند مرحله داره من اول مراحل رو به صورت تئوری می نویسم بعد میریم در یک مدار به صورت عملی مراحل رو پیاده می کنیم مرحله اول مشخص کردن جریان شاخه هاست یعنی جریان شاخه ها را در یک جهت فرض می کنیم و چون میدونیم که جریان یک شاخه همه جا برابره تعداد مجهول ها به دست میاد خب یعنی تعداد مجهول هایی که ما داریم مساوی با تعداد جریان هایی که ما باید حساب بکنیم خب یعنی تعداد شاخه هایی که جریان هاشون با هم متفاوت خب این میشه تعداد مجهول های ما بعد فرض کنید این تعداد مجهول های ما مثلا شد سه تا خب یعنی من یک مداری دارم که مثلا این شکلیه فرض کنید این یک مدار من اینجا یک مقاومت اینجا یک مقاومت اینجا هم یک مقاومت در این صورت این مدار من یک جریان این شاخش داره یک جریان این شاخش داره و یک جریان هم این شاخه درسته چون این شاخه بالا مثلا با این برابر جریانش این میاد 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 اینجا یا این شاخه با این برابره ولی این سه تا شاخه یعنی این جریان یک دو و سه با هم متفاوتم پس من سه تا مجهول دارم در این صورت من برای حل این مدار نیاز به چند معادله دارم بین این مجهولها ها سه معادله پس ما باید سه معادله در حقیقت این معادله یه تعداد مجهولها ها این باشه به دست بیاریم که معمولا در مدارهای ما اینجوریه که این منهای یکیشون یعنی مثلا دوتاشون از قوانین حل... هل... قانون ولتاژ کرشوف KVL به دست میاد و یکیش از KCL یعنی قانون جریان ها مثلا در این مداری که ما اینجا داریم طبق قانون KCL جریان ها در این نقطه جریانی که خارج میشه ازش یعنی این به علاوه این یعنی سه به علاوه دو مساویه با جریان یک هست این عدد نیست ها اینا جریان ها. درسته پس این میشه یه دونه ما و بعد باید KVL رو یعنی قانون ولتاژ رو برای این دو حلقه بنویسیم همون داستانی که من گفتم رو تعریف بکنیم و بعد این ان معادله ان مجهول رو یعنی سه معادله سه مجهول بعضی وقت دو معادله دو مجهول که دیگه خیلی راحت میشه رو حل بکنیم خب پس این روش کلیه که ما همیشه باید پی بگیریم و من یک نکته رو بگم که این جهت فرضی شما هیچ اثری در حل شما نداره یعنی در نهایت شما اگر جهت جریان رو اشتباه فرض کرده باشید عددی که به دست میارید منفی میشه و میفهمید که در حقیقت جهت برعکس بوده خب حالا که اینها رو دونستیم بریم یک مثال حل بکنیم پس بذارید من اول این قسمت رو پاک بکنم یا بذارید من برای اینکه وقت شما تلف نشه اصلا مثال رو پاک کردن رو یه ها انجام بدم خب مثل اینکه نمیشه پس بذارید من براتون این مثال رو الان همینجا میکشم خب فرض کنید ما یک همچین مداری داریم من یک باتری اینجا دارم که اندازش هست 18 ولت این یکی از مثالهای کتاب درسیه که من میخوام با هم حل بکنیم یه مقاومت اینجا دارم که هست دو اهم اسمش هست R2 بعد یک باتری هم اینجا دارم ببینیم چیزیه که ما قبلا ندیدیم دو تا باتری در یک مدار اون هم به این شکل عجیب این هم R4 هست دو اهم دوباره بعد اینجا یک مقاومت R3 دارم R3 که این هم هست یک اوم بعد یک باتری دیگه هم اصلا اینجا دارم که این باتری اندازش هست 13 ولت این باتری هم حواسم نبود بهتون میگم اندازش هست 6 ولت و یک مقاومت هم اینجا دارم که آر یک هست و اندازش هست یک اوم چیزی که سوال از من خواسته اینه که من جریان شاخه ها رو به دست بیارم در حقیقت مدار رو حل بکنم خب بیایید من همون مراحلی که اونجا بهتون گفتم و یکی یکی با هم طی بکنیم مرحله اول این بود که جریان شاخه های مختلف رو من یک جهت فرضی براشون بگیرم اول بیایید ببینید که پس مرحله اول جریان اول بیایید ببینید که چند تا جریان داریم ببینید این شاخه سمت راست همه جا جریانش یکیه پس من این شاخه رو مثلا اینجا رو فرض میکنم جریانش هست مثلا آی اسمشو بذاریم آی چند مثلا بذارید بذارم مثلا آی سه علتش هم اینه که حالا از این مقاومت سه اومد بعد اسم جریان این شاخه رو یعنی این شاخه سمت چپ رو من میذارم مثلا آی یک خب و جهتش رو هم من فرضی میگیرم این بر و این جریان شاخه وسط هم ببینید نه برابر آی که نه برابر آی یعنی فرق داره من مثلا اینوری میگیرم و اسمشو میذارم آی دو خب اول یک نکته رو ببینید ببینید من درسته که دارم فرض میکنم جهت جریان ها رو و حالا خیلی مهم نیست که کدوم وری بگیرم اما سعی میکنم یه مقدار از شهودم استفاده بکنم مثلا من میدونم که جریان از سر مثبت باتری همیشه میره به سر منفی باتری بنابراین این که این اینوری بگیرم نسبتا معقوله یا این که اینو اینوری بگیرم نسبتا معقوله هرچند این که این آیدو رو اینوری بگیرم با چیزهایی که ما قبلا دیدیم سازگاری نداره یعنی من انتظار دارم جریان از باتری در بیاد اما حالا خواهیم دید که این چون هر سه باتری دارن به این ولتاژ مثبتشون رو اعمال میکنن حتما ما اینجا یک جریانمون باید به یک سمت دیگه ای باشه وگرنه یعنی قانون گره در این نقطه رعایت نمیشه الان میبینید که معنی این یعنی چی خب پس من الان سه تا جریان به صورت فرضی جهتشون رو تعیین کردم هر جهت دیگه من بود هیچ مشکلی نداشت و من دیگه در این مدار جریانی ندارم پس من سه تا مجهول دارم خب حالا برای این در مرحله دوم که رنگ این هم عوض شد من باید سه تا معادله به دست بیارم که همون جوری که گفتیم دو تاش از حلقه ها به دست میاد و یکیش از KCL یعنی قانون جریان کرشوف خب بیایید اول این یکی رو بنویسیم اینو کجا ما باید بنویسیم همیشه ما اینو باید در جایی بنویسیم که این معنی پیدا میکنه خب مثلا اگه من برای این گره بنویسم اینم گره دیگه چرا چون باتری رو وصل کرده به مقاومت قانون کرشوف میگه آیسه که وارد این میشه باید برابر آیسه باشه که ازش خارج میشه خب این که بیمعنیه تنها جایی از این مدار که این قانون معنی داره KCL این گرهه یا این گره خب برای اینکه در این نقطه ما سه تا سیم به هم متصل شده خب و در نتیجه برای کیسیل برای این نقطه چی میشه؟ مجموع جریان هایی که از این نقطه خارج میشن آی 2 و جریان هایی که به این نقطه وارد میشن آی 3 هست و آی 1 پس من از KCL نتیجه میگیرم که آی 2 مساوی میشه با آی 3 به علاوه آی 1 درسته؟ خب خیلی هم خوب پس این شد یکی از معادلاتی که ما میخواستیم حالا دو معادله دیگه ببینید در این مدار چند تا حلقه داریم؟ این یه حلقه این دو حلقه و این بزرگه هم سه حلقه خب یعنی این وسطی رو حذف کنید چه آخر و کل این هم یک حلقه است خب بنابراین ما سه تا حلقه داریم اما ما فقط به دو تاش نیاز داریم البته این یواشکی بهتون بگم همیشه وقتی در یک مدار n تا حلقه داریم n یکی از معادلاته که به درد ما میخوره و معادله آخر از اون n منهای یکی قبلی به دست میاد اما این خیلی ریاضیه یعنی اینو شما فقط ای مهندس برخشید میبینید فقط کافی یادتون باشه که در مدارهایی که سه تا حلقه داره که اکثر مدارهایی که شما میبینید یا سه یا چهار یه دونه از تعداد حلقه کمتر به درد ما میخوره این مدار سه تا حلقه داره یک دو و یه دونه این حلقه اصلی بزرگ که ما فقط روی این دوتا کار میکنیم حالا بیایید داستان KVL رو یعنی قانون ولتاژ رو برای حلقه یک همون چیزی که از جلسه قبل یاد گرفتیم بنویسیم چجوری شروع کنیم بیاید من اسم این نقطه رو میذارم نقطه A اسم این نقطه رو میذارم نقطه B اسم این رو میذارم نقطه C اسم این رو میذارم نقطه D و این نقطه هم که نقطه E که با همون A برابره خب پس من فقط برای نقاطی اسم میذارم که پتانسیلشون با هم متفاوته یعنی حدس میزنم که پتانسیلشون با هم متفاوت باشه خب در این صورت و بیایید قبلش من یک کار دیگه هم بکنم در جهت جریان وقتی از مقاومت ها عبور میکنم اون سری که شروع میشه ببینید الان من آی یک میاد 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 اینجا از مقاومت عبور میکنه اینجا پتانسیل مثبت هست اینجا منفی چون روی مقاومت ما افت پتانسیل داریم در جهت جریان خب همینطور اینجا اینجا پتانسیل مثبت اینجا منفی چون ما روی مقاومت افت پتانسیل داریم در جهت آی دو. و همینطور اینجا اینجا مثبت اینجا منفی چون روی مقاومت افته پتانسیل داریم خب حالا بیایید من KVL رو قانون ولتاژ رو برای حلقه یک بنویسم خب از A شروع میکنیم خب پس V A رو من اینجا همیشه می نویسم V A اینجا چه اتفاقی میفته پتانسیل این دونده من که شروع میکنه در این داستانش حرکت کردن پتانسیلش زیاد میشه یادتون باش از منفی یعنی میایم مثبت میشه به علاوه چقدر زیاد میشه طبق قانون اوم V که روی مقاومت میفته طبق قانون اون هست آر آی یعنی اینجا میشه آر چهار ضرب در آی دو یعنی دو اوم ضرب در آی دو خب آی دو رو که نمیدونم چنده دیگه خب پس میرسم به نقطه بی حالا از نقطه بی میخوام حرکت کنم بیام به نقطه C. پتانسیل چه تغییری میکنه؟ آفرین پتانسیل به اندازه ولتاژ باتری زیاد میشه چون من از منفی اومدم مثبت پس این میشه به علاوه 6 میرسم به نقطه سی از نقطه سی تا نقطه دی چه اتفاقی میفته مطمئنم شما میتونید خیلی سریع جواب بدین بله پتانسیل دوباره زیاد میشه چون از منفی اومدم مثبت پس میشه به علاوه ی یک اوم ضرب داره آ آی یک خب در حقیقت پتانسیل آر یک ضرب در آ آی یک تا زیاد میشه خب حالا اگر آی که من منفی به دست بیاد در نهایت من میفهمم که در حقیقت پتانسیل کم شده ببینید من نمیخوام گیج بشید و شما چیزی که مطمئنید اینه که با این جهت آی یکی که فرض کردین پتانسیل از نقطه C تا نقطه دی آر یک آی یک تا زیاد میشه خب شما اینو مطمئنید در حقیقت میدونید که وی دی منهای وی سی همیشه هست آر یک آی یک اینو مطمئنیم حالا ممکنه آی منفی بشه ها ولی مهم نیست این قانون اهم است خب و بنابراین از نقطه سی که حرکت میکنید برید به دی اینجا علامت مثبته چون پتانسیل زیاد شده خب از دی که میریم ای چی از یک باتری از سر مثبت این بار میریم سر منفی یعنی پتانسیل کم میشه منهای 13 ولت مساوی میشه با میرسیم دوباره به نقطه A یعنی مساوی میشه با V A خب پس این شد داستان حلقه یک یک بار دیگه حتما خودتون این رو تمرین بکنید البته الان حلقه دو رو هم می نویسیم که خیلی براتون جا بیفته خب حالا که این وی ای های این وی ای, ای از دو طرف ساده شد من نتیجه می گیرم که دو تا آی دو به علاوه یه دونه ضرب در آی یک یعنی این مساوی میشه با چند مساوی میشه با این 6 منهای 13 میشه منهای هفت هفت رو ببرم سمت و چپ مساوی میشه با هفت پس این معادله دوم من خب خیلی هم خوب من الان معادله یک رو دارم معادله دو رو دارم یه معادله دیگه به دست بیارم این مدار رو حل میکنم چون به سه معادله سه مجهولی که میخواستم رسیدم و اون معادله از قانون KVL یعنی قانون ولتاژ کرشوف برای حلقه دو به دست میاد خب بیاید داستان این حلقه رو یک بار دیگه با هم تمرین کنیم که چجوری می نویسیم من دوباره اسم گذاری میکنم اسم این گره رو, میذارم مثلا تا دی رفتیم میذارم ای اسم این گره رو میذارم اف اینم که C اینم که B اینم که A ای پس همه گره ها اسم داره دوباره من از نقطه ای شروع میکنم فرقی نداره از کجا شروع کنم خب پس میشه V A خب بیایید در این جهت در این حلقه حرکت کنیم از A که میرم به E خب جریان این شاخه در چه جهتیه من اینو الان نکشیدم جریان این شاخه همین آیس است پس در این جهت بنابراین اختلاف پتانسیل روی آرسه به نحویه که اینجا مثبت اینجا منفی یعنی ما در جهت جریان افت پتانسیلی داریم به اندازه آرسه ضرب در آیسه طبق قانون اوم پس از آ که میرم به ای به اندازه آرسه ضرب در آیسه خب من چرا نوشتم آرسه آرسه رو میدونم هست یک یعنی به اندازه یه اهم ضرب داره، آیسه اختلاف پتانسیل کم میشه بعد میام 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 اینجا از منفی میرم به مثبت یعنی 18 تا پتانسیلم زیاد میشه به اندازه ولتاژ این باتری میرسم به نقطه F از نقطه F وقتی میرم به نقطه C دوباره پتانسیلم کم میشه چقدر به اندازه R2 ضرب داره، آیسه یعنی دو ضرب در آی سه من اینجا نمیدونم چرا این سه رو اصلا انگلیسی نوشتم خب پس این میشه من های دو ضرب داره آی سه ببینید فکر کنم یه قلقش کاملا اومده دستتون دیگه وقتی که من اینجا علامت مثبت گذاشتم به این که جریان در این جهت و اینجا منفی و از مثبت میام منفی در اینجا منفی میذارم برای اینکه کم شده پتانسیل و وقتی از منفی میرم به مثبت مثل این باتری علامت مثبت مثبت 18 ولت خب رسیدم به نقطه سی حالا از نقطه C وقتی میرم به نقطه B چه اتفاقی میفته از پتانسیل مثبت باتری میرم به پتانسیل منفی باتری بنابراین دوباره منفی میشه یعنی 6 ولت تا دیگه پتانسیلم کم میشه و وقتی از B میرم به A جریان در این شاخص به سمت بالا پس دوباره کم میشه یعنی من از B تا A به اندازه R4 ضرب در I2 یعنی دو ضرب داره I2 تا پتانسیلم دوباره کم میشه تا برگردم و برسم به نقطه A. دوباره من میتونم وی رو از دو طرف ساده کنم از این چه نتیجه میگیرم؟ از این نتیجه میگیرم که این 18 منهای 6 که میشه 12 میتونم این یعنی دو آیسه و منهای یک آیسه رو ببرم سمت راست معادله نتیجه میگیرم که دو آیسه به علاوه ببخشید این من یه جایی باید نه نه درسته درست دو آیس به علاوه آیس به علاوه دو آی دو مساوی میشه با دوازده من اینجا اصلا کار پیچیده نکردم همین معادله خط بالا رو ساده کردم از این نتیجه میگیرم که سه آیس به علاوه دو آی دو مساوی میشه با دوازده خب این هم معادله سوم من خب خیلی هم خوب من الان باید به شما یک تبریک بگم چرا؟ چون ما الان عملا این مدار رو حل کردیم چرا؟ چون ما سه تا ما تا مجهول داریم و تونستیم سه معادله به دست بیاریم و با حل این سه معادله ما مدار رو دقیقا جریان ها رو به دست میاریم و از اینجا به بعد مسئله دیگه یک مسئله کاملا ریاضیه و ما دیگه با فیزیک کاری نداریم چون باید یک معادله ریاضی سه معادله سه مجهولی رو حل بکنیم. خب حالا شما میتونید این سه معادله رو حل کنید من نمیدونم براتون حل بکنم یا دیگه چون این بخش ریاضی بذارید حالا که این اولین مسئله ای که داریم عمل میکنیم من اینو براتون حل بکنم که ببینید چه جوری میشه سه معادله سه رو راحت حل کرد من یه خورده این پایین رو پاک میکنم تا به جز اون معادلاتی که نیاز داریم یعنی اون سه تا بقیه چیزها رو نیاز نداریم پس من اینا رو میتونم پاک کنم مثلا اینو هم اینجوری پاک کنم خب ببینید یک راه خیلی ساده برای حل همچین معادله ای ببینید ما اینجا الان آ آی یک داریم درسته من میتونم از این فرمول نتیجه بگیرم که آ آی یک میشه آ 2 منهای آی سه بعد میام اینو بذارم این تو در نهایت نتیجه میگیرم که دو آ 2 به علاوه آ 2 منهای آ سه مساوی میشه با هفت درسته و در نتیجه سه آی دو من های آی سه مساوی میشه با هفت از این پایینم میدونم که دو آی دو به علاوه سه آی سه مساوی میشه با دوازده من الان یک دو معادله دو مجهول خیلی ساده دارم و دیگه اینو مطمئنم همه تون میتونید حل بکنید و برای این کافیه که این معادله بالایی رو در سه ضرب بکنین نتیجه میگیریم که 9 آی دو من های سه آی مساوی میشه با 21 معادل پایینی هم که بود دو آی به و علاوه سه آی سه مساوی میشه با 12 حالا طرف این سمت چپ رو با هم جمع میکنم سمت راست ها رو با هم این سه آی سه با این سه آی سه ساده میشه میشه 11 آی دو مساوی میشه با 33 در نتیجه آی دو مساوی میشه با سه آمپر خب خیلی هم خوب من الان آی دو رو به دست آوردم میذارم مثلا در این معادله بالایی نتیجه میگیرم که سه ضرب در سه منهای آی سه میشه هفت در نتیجه آی سه میشه دو آفرین دو آمپر خب آی یک رو هم که دیگه مطمئنم هم همه میتونید از این معادله به دست بیارید این دو، این سه پس آی یک میشه یک خب ما خیلی خوش شانس بودیم چون همه عدد هامون مثبت به دست اومد یعنی همه جهت ها رو درست فرض کرده بودیم اما اگر هم منفی به دست می اومد هیچ اشکالی نداشت یعنی می فهمیدیم که جهت رو باید برعکس فرض می کردیم اما هیچ اشکالی نداره الان ما تونستیم این مدار رو به صورت کامل حل بکنیم با استفاده از KVL و KCL خب الان شما احتمالا میتونید بعضی از تمرین های کتاب درسی رو حل بکنید و من یک ویدیوی دیگه هم براتون ضبط خواهم کرد از حل یک مثال از همین KVL و KCL و خب پس فعلا خدافز خسته نباشید